سریز. پس همین یه ذره شما کمکم کنید که مطمئن باشم درست میفهمم چی میگه. شما یه ذره سوال کنید یه ما داشته بگم. معمولا دفورمیشن با یه سری فرمال اینجوری انجام میدن. AH مساوی A برابر H A1 برابر H2 A2 برابر چند نقطه A R T A. سری فرمال با متغیر H حقیقی. اینا تشکیل یه جبری میدن. اسمشو میذارم A double crochet S. حالا فرض کنم که کا یک حلقه جابجا در این صورت کار دبل کروشه ایچ هم جا به جا بود. فرض کنید که آ یک جبر روی حلقه جا به جایی کی باشه. آنگاه آی ایچ هم یک کار دبل کروشه اچ مدوله. ولی خب این کار دبل کروشه اچ جا به جاییه، پس اصلا میتونم بگم یک کار دبل کروشه اچ جبر. پس یک کاجر حالا که یک کاجر به آ که میشینه توی آبر آر دابر کروش اچ مورفیسم کاجر هست. سری توانی زیر مشخص میشه.
alfa h مساوي صفر الفا سيجما اتش ار الفا ار. الفا يلوت بعلاوه اینه که من اینجا اشتباه میشه که در اون آلفا آیا از A زد داره A به A نگاش های کار W کروش H رو خطی هم ضریبی که x توانش دیفور نمیشه آلفا اون قسمتی که دیفور نمیشه اون ضرب اصلی که رو a هست ضرب که رو a هست اسمشو بذار آلفا این هم دیفور نمیشه یعنی برای هر عدد حقیقی h که بذاریم یه ضربه اینجوری یعنی قسمت ثابتش تابع نیست قسمت ثابتش همون یه نگاش دو خطی یه ضرب جوره خیلی خوب بس من دوباره متوجه نشدم الان قسمت ثابتش هم یه نگاشت دو خطی هست یعنی آره دیگه یه نگاشت دو خطی هست اصلا خود آی ضرب داره که همون آلفا هست اونو داریم دیفور میکنیم یعنی وقتی اچو بذاریم صفر چه چیزی داریم؟ این آلفا هست ضربت یعنی نمیخواییم که اون نگاشت دو خطی چیزی غیر از همون ضرب ها باشه و یعنی خب می‌نوشیم سیگما موسوی صفر داریم آره آره این آلفا هایی میخواییم خود ضرب ها باشه زنده باشه ولی آلفا آرا رو داریم خودمون میذاریم اضافه میکنیم اینو بهش میگن یه دگردیسی ضرب بیا خیلی خوب حال اگر آ کاجر باشد آر دابل کروش اچ کار دابل کروش اچ جرب میشه و اگه B از A فرمتر A به A یک نگاشت کار دو خطی باشد میشه به راحتی یه B تعریف کرد از A دو تا کروش H فرمتر A H به آی دوتا کروش H که کار دوتا کروش H دو خطی باشم نگاشی بیرو توسعه میدی منظور از یک فرمال دیفورمیشن منظور از یک دگردیسی فرمال بی یعنی یه نگاشت پی اچ از ای اچ ای دو دو پروش اچ ای دو دو پروش اچ ای دو دو پروش اچ این نگاشتی که
کادر و پروش اچ دو خطی باشن به این شکل که بی اچ آبی مساویس با بی آبی اما بی برنامه سیما اچ آر بی آر آبی که بی آی ها از A ضرب A به A کادر خطی هم در آن خیلی توصیه تیر یگانه هست؟ جناب توصیه پایین یگانه هست؟ توصیه پایین یگانه هست ولی اینجا دیفرمیشن یگانه نیست سر خب این تریویال دفورمیشن دیگر نیستی بردیگی خیلی در حالت خاص فرض کنید که بی آو بی باشه آی زربی همون ضرب معمولی رو کنید دیگر نیستی کنید دیگر نیستی فرمال آن میشه آ ستاره بی مساویس با آلفا ایچ آو بی مساوی میشه با آبی برای سیما ایچ آر آلفا آر آو بی خیلی خوب این آ ستاره بی یک زر در کیدل پروش اچ مدول آی دو پروش اچه که آن را کیدل پروش اچ جب میکنه این جب دیگر بی سی فرمان دیگر الجبرا ای چون همون خود ضرب ای الجبرا ای بیدارست برای مثال آی دابل کروش اچ با فرمول آستار بی مصابه ای بی بهش میگن دیگر بی سی کروش یعنی اچ هرچی باشه همون دیفورمیشن ضرب اون همون ضربیه که آلفا آراسته آلفا آراسته خیلی اگر پی یک کار اچ دو مدول باشد پی ایزومورف با کیو خط نداره این کیو یه چیز دیگه هست کیو دابل کروش اچ هست برای یک کادو مدول کیو اگر را فقط اگر کیو ایزومورف باشه با پی هست این هم یک گزاره بنابراین با داشتن کیو جبر آ و کار دابل کروش اچ جبر آی کچ دیگر دی سی بنابراین با داشتن این یک جبر آ دیگر دی سی فرمالی است اگر فقط اگر A تقسیم داره H A مصابی است با فیزن دو دیگر بی سی فرمان A H
به A کریم H از کالجبر A هم عرضم اگر به عنوان کار دبل کروش H جبر ایزومار بدیهیه؟ یعنی بدیهیه؟ نیست که نه یه گذاره جرد نه بدیه من که به نظر من که بدیه نیست داشت بدیه که جردش خیلی در من بهتر بشه بدیه بشه منظورم بیه که شعوری اکس باشه برعکسش روشنه دیگه وقتی که QH باشه یه طرفش روشن میگه اگه PQH باشه اون وقت P تقسیم بر HP میشه Q دیگه فقط ضریبش چیزش میگه ضریب H0ش میگه یه طرفش روشن همارزی دفورمیشن ها بله واسه چی تعریف می‌کنی؟ چجوری تعریف می‌کنید حملتشون رو؟ اگه به عنوان کی دابل به چیز رو نمیشت این تعریف داشته باشه به طوری که فی H آلفا کریم H آو بی مصابیست با آلفا H فی H آو فی H و به طور خلاصه آلفا کریم H مصابیست با آلفا H این یعنی که هم ایزومورفیسم فیه چه؟ آلفا ایچ بیریم آمی؟ آره اگه دوست داری اینجا میشه گذاشت فیه ایچ منطقه فیه ایچه شد که نمیمیزیم چون این ایزومورفیسم فیه ایچ آلفا پریمش میشه آلفا ایچه فیه ایچ یعنی که ایزومورفیسم نه این همون تعریف شما گفتیم بازنویسی کنیم دوباره بازنویسی خب اونجا از آدابل کروش H نیست از یعنی اون دو تا نگاشتمون از آدابل کروش H زد در آدابل کروش H به آدابل کروش H درسته چون نگردیسی فرمانه و نگردیسی فرمانه B همیشه از آدابل کروش H زد در آدابل کروش H منطقه من A رو ننمیشم آدابل کروش H چون ضربش با ضرب آدابل کروش H فرق اینجا حالتی که فرق اینجا ضربش هستم با نماد آلفایش نشون دادم بنابراین منظورم همون ضرب آلفا رو میشه ایش هست خب الان پس این شد معنی که به عنوان کادابل کوچش ایزومورف باشن دیگه درسته یعنی مزدوج هم بیاد باشن آره مزدوج؟ اینجوری هم مزدوج نه این احترام میذاره فی اچ ضرب رو احترام میزه ضرب اینو میبره بزرد الان متوجه یعنی اگر یه چنین نگاش که وجود داشت با این خاصیت میگه میزه مورد آه درست هر مورفیسم کا دابل کروش اچ
قطعی فی اچ به این شکل یه سری توانیه که به سری به شکل اچ برای اچ فی یکی برای اچ دو فی دوه برای چند نقطه است که فی آی از ای به ای که قطعی هستن لذا فی ما میشه همون آیدنتیتی ای فی یک آبی مساوی میشه با مثل که من اشتباه نوشتم میمیسم برداره آلفا یک کریم آبی مساوی میشه با آلفا یک آبی برداره یک آبی برداره این برداره آزد را فی این یعنی نگاشت آیدنتیتی یعنی همون ضرب رو میبره به ضرب فی یک اون وقت باید فرق داشته باشه فی یک آبی در به آلفا یک بریم چرا این اینجوریه در به آلفا یک بریم آلفا یک بریم یه مورفیزم فی اچ از آ به آ بریم آلفا یک بریم اسمی من پوزیسی را دیست داری که بعد از این استفاده کنیم استاد ببخشید ایده ایزومورفیسم از معادلات دیفرانسیل گرفته شده ولی دفورمیشن الجبرا به معادلات دیفرانسیل ربط داره برای که اول چیزی که پیدا کردن دفورمیشن یه الجبرا بوده و اونا به معادلات دیفرانسیل ربط داشته چون من تنها جایی که شنیدم تعریفی برای ایزومورفیسم دادم اونجاست که برای شار دو تا میدانه درست مرداری درست میگن اینا کانجوگیت ها نیچه این تعریف درست درست ولی چرا الان همشه رابطه در میان؟ اولی که من میفهمم چرا در میان؟ دومی چرا در میان؟ این رابطه است فی اچ آبی مساوی است با فی اچ آ ضرب فی اچ بی در مرتبه یک فرمولش که بنویسید این میشه حالا بازم توضیح میدم یک دگردیسی فرمال ای اچ از آ بدیهی است اگر هم عرض دگردیسی باشد
اگر یک اتومورفیسم کای دابل اچ جبر آر رو داشته باشیم که اسمش رو بزنیم فی اچ، فی اچ از آر دابل پروش اچ میره به آر دابل پروش اچ، فی اچ آر بی میشه فی اچ آر فی اچ بی. بعد این جمله شو بنویسیم، آلفا یک با آلفا یک پریم برابره، پس فی یک آبی میشه فی یک آ در بی برنامه آ در فی یک بی، بنابراین فی یک یک مشتبیلیه، فی یک یک مشتبیلیه آ با مقادیر در هست. چرا آلفا یک با آلفا یک پریم برابره؟ چون اتومورفیسم، یعنی دیگه از آب آبی نیست، از آب خود آست. ضرب طرف دوم و ضرب طرف اولی است. اینو از دو طرف میتونم بزنم. اون وقت این مساوی رو برگشت میشه. اگر کار کیو حلقه باشد شامل عدد بگویا فی اچ از آر دبل پروش اچ به خودش خود ریزی باشد، فی اچ به شکل این به طبعه تی دلتا یک این به طبعه تی دلتا دو الی آخره که دلتا آی ها مشتبیه کیوی کیوی خودم بله کیوی خودم کیوی عدد بگیم حالا دیگر کسی اس نسبی حالا تی اس کنم و تی هم یه اچ هم اچ داره چرا تی نمیستی اچ اچ یعنی هر دیگر نیستی روی کیو یه جوری تجزیه میشه آره دیگر کسی یعنی با مشتبگیری ها دیگر کسی ها مشخص میشه دیگر کسی اس نسبی یعنی چی؟ این فرض کنید که اس به آ مورفیسم جبرها باشه دیگر سی آ اچ از آ دیگر سی اس نسبیس اگر آ ضرب در اس بشه آ اس اس ضرب در آ بشه حالا برسیم به دیگردی سی جمع بایی شرفت از این ستاره شیر ضرب چیه اون بالا؟ ستاره ضرب آ اس الان منظورتون بر اگر این برقرار باشه برای هر آی توی آ و هر اس توی اس اس توی ایمیج هست توی ایمیج هست اس با ایمیج هست یکی یکی دیگه هر کسی جرب بشه درد آ رو باید میدونیم که جرب آ رو مورفیسمه یا نشوندن مورفیسم واسه هم
مسئله ایمیج نشون دهند که بود که یکی بگیم. آها یعنی بگی نمیتونیم یکی بگیریم؟ آره راست درست نه مورفیس آه کاجب یک دار روی جبر جا به جایی کار حالا میخوام دیگر دی سی هایی که شرکت پذیر هستن در نظر بگیر خب یعنی یه ضرب داریم میخوایم دفرمش کنیم ضرب بمونه شرکت پذیرم بمونه اگه ضرب ما شرکت پذیر بود دفرمیشنش هم شرکت پذیر بود تا حالا فرض نمیکردیم فقط میگفتیم ضربه به یه ضرب دفرم میشه حالا میخوایم اون ضربی که دفرم میشه حتما شرکت پذیر هم باشه اون وقت همه چی به هوشی کومولوژی برمیت میشه اولا که بگم که دگردیسی پوچ شرکت پذیر است این که روشن چون هیچ کار نمیدونید دوم هم که جبری که فقط دگردیسی پوچ دارد بهش میگیم سول یا ریجی خانده میشه خیلی ساختار شرکت پذیری هم چی؟ یعنی A1 ستاره A2 ستاره A3 به مصاری باشه با A1 ستاره A2 ستاره A3 یعنی چی؟ یعنی تفاضلشون صفر باشه تفاضلشون چیه؟ نویسم در صورت H-کار B-کار A-2 A-3 این به مصاری باشه D-car نه اینجا R نمیشه D-R A-1 و A-2 و A-3 چیه؟ پس سیگمان آلفا R آلفا S A-1 و A-2 و A-3 منهای آلفا R A-1 و آلفا S A-2 سیگما روی S و R مساوی با کار پس میگه کار R و S مثبت اینه منهای خیلی خوب شرط ما داره میگه D کار A1 A2 A3 مساوی با صفر باشه برای هر کار این شرط رو میشه به زبان هوشی کومولوژی ترجمه کرد برای اینکه این کار رو کنیم ایکای A1 و A2 و A3 رو میگیرم مجموع جملات ایکا که در آن S و K بزرگتر یا مساوی یک است و کوچکتر مساوی یعنی حالت S مساوی با صفر رو یا R مساوی با صفر رو جدا میکنه یه قسمت از جمع جدا میکنه حالا میشه دیدش که D K A1 A2 A3 هست ای کار آی کو آدو آسید بله بگیشت بله چه چیزه این؟ اینجا نوشته من من های مرز آلفا کار اثرش روی آی کو آدو آسید که مرز آلفا کار من میمیسه مرز آلفا کار اثرش روی آی کو آدو آسید است آلفا یک
آیت زدن آلفاکای آر دو هست منهای آلفاکای آی آر دو هست منهای برگی آلفاکای آی آر دو هست منهای آلفاکای آی آر دو زدن هست. اما این چیه؟ این یه پادور بخشید در این یه پادور بخشید در بی ستاره ایوری حالا از کومولوژی بخشید استفاده میشه. بی دو ایاری بر بنویسم یه بی ستاره که نیست، این سه پادوره یا بی دو یا در بی سه یا در بی سه. خیلی خوب، راجبی ای آی چی میشه گفت؟ اولا میشه دید که ای مساوی با صفره و ایکا برای کاموسای با دو و سه و الی بالاتر بر حسب آلفا آیا برای یک تکا نمایشه میشه. فرض کنید آلفا آی برای آی کوچکتر متساوی با کی چنان انتخاب شده باشد که دی آی متساوی با صفر باشه برای آی کوچکتر متساوی با کی. حالا میخوام بگیم که یه مرحله بعدی آلفا آی کی به علاوه یک هم میشه همینجوری انتخاب بشه. میتوان نشان داد دل ای کار به علاوه یک هم صفر میشه، پس ای کار به علاوه یک پاد دور سه بعدی است که کلاس همانندی اون وابسته به کلاس آلفایی اگر این حاد دور حاد مرز هم باشد میشه آلفا کی و علاوه یک را چنان یا که دی کار و علاوه یک هست. حالا چیکار کنم که این پاد دو پا مرز باشه؟ فرض کنیم که سه ایره سه. چون یک کلاس کومولوژی اونجا هست، اگه کومولوژی سه باشه هر پاد دو رو پاد مرز هم هست. پس این یه فرضیه که نتیجه میده میشه آلفا آیا رو همیشه چنان پیدا کرد که دیکا صفر بشن. ما همین کار میخواستیم بکنیم، ما میخواستیم یه آلفا آیا بنویسیم که دیکا صفر بشن تا ضرب رو شرکت پذیر باشه. الان پیدا کرد، یه شرط پیدا کرد که اینو نتیجه میده. حالا با این شرط کومولوژی کلاس های ای جرب و بزرگ توی ای مساوی با صفر بازم سر و کار خواهی بشه. برای مثال فرض کنید که AH دیگر بیستی A باشه که آلفا آی مساوی با صفر برای آی مساوی با
یک تا کی میتونه یک آنگاه خود ایکا صفر صفر و آلفا کا یک دو پا دوره کلاس آلفا کا یه دیگر دیسی بی نهایت کوچک نامیده می شود. تعریفی دیگر دیسی بی نهایت کوچک یادتون باشه چون باش سر کار داریم. پس آلفا تا آلفا کا صفر کلاس کومولوژی الفا تا الفا کامل های یکی صفره کلاس کومولوژی الفا کار رو میگیم دیگر دیسی بی نهایت کوچک. فرض کنید آلفا کا مساوی است به مرز یه فی باشه، فاید مرز باشه. میشه دیدش که آلفا کیم ایچ مساوی به آلفا ایچ او آی ام تی تی ای من های ایچ کی فی یک دیگر بی سی هم مرز است که آلفا این آی مساوی با صفر برای آی مساوی یک. یعنی چی؟ یعنی میشه جملاتو برداشت، جملات آلفا آی برداشت، جملات آلفا کار برداشت. خب برای اینکه آلفا کا مرز یه چیزی باشه باید H2 A و A صفر باشه. اگه H2 A و A صفر باشه حتما آلفا کا مرز یه چیزی. پس دوباره من این فرض رو میکنم، میگم که اگه H2 A و A صفر باشه یه دگردیسی از آ وجود داره که آلفا به جز اینکه آلفا تا آلفا کا آلفا کا نمی صفرن خود آلفا کا رو بشه برش به این یه انفینیتسیمال. حالا قضیه دیگر جیسی های هم عرض آ دیگر جیسی بی نهایت کوچک یک ساله دارد. شرط H2 AA صفر باشه پس این H2 AA میشه abstraction برای صلب بودن. abstraction یعنی مانه این کومولوژی اگه صفر باشه دیگه هیچ جبران دگردیسی نداره. جبران دگردیسی نداره یعنی چی؟ یعنی برای مطالعش لازم نیست دیفارمش کنیم. یعنی چی؟ یعنی میشه به همون روشی که جبران ها میگن ما کار میکنیم میشه مطالعش کرد. پس جبران ها فقط این جبران رو میشه با روشش. ولی اگه این کومولوژی غیر صفر باشه باید روشون نرسه. حالا فرض کنید H3 AA
صفر باشه. چه اتفاقی میفته؟ برای آلفا دو پاد دو یک دگردیسی وجود دارد؟ وجود دارد. دگردیسی آ که آلفا یک بسی با حالا آلفا یک رو که داری این ای دو رو میده، ای دو رو میده و این سه پاد دوره، سه پاد دوره که پاد مرز هم هست، پاد مرز هم هست. چرا پاد مرز هست؟ چون سه سه پس آلفا دو وجود دارد که ای سه مساوی با سه، ببخشید که دی دو مساوی با سه. حالا آلفا یک و آلفا دو رو داریم، ای سه رو میده، ای سه دوباره سه پاد مرزه، پس آلفا سه وجود داره که دی سه مساوی، پس آلفا چهار رو داره، پس آلفا پنج وجود داره، پس ای سه مساوی سه یعنی که با داشتن آلفا میشه دگردیسی رو درست کرد. اگه ایت سه مساوی با صفر باشه، اگه اینفینیتسیمال دیفورمیشن آلفا رو داده باشن، میشه یک دگردیسی درست کرد، دیفورمیشن شد آلفا باشه. ما داریم دگردیسی جبرهای شرکت پذیر رو فرضی. به نظر می‌رسه دست خط هم با هر روز فرق داره. شاید چون درسش خوب بلد نیستم. دست خط. خیلی خوب. مثال یک فرض کنید که کا کیو حلقه باشه، کیو وی مشتقگیری کا حلقه آ باشه، اینا یک پاد دور خوشیده، یک پاد دور خوشیده. چرا؟ چون مشتقیه. میشه یو کاپ وی رو تعریف کرد، این میشه دو پاد دور. لزومن بی نهایت کوچک یک دگردیسی نیست. بنویسم اینجا دو پاد دور، من گرم که U و V جا به جا شده که در این حالت میشه نوشت A ستاره B مساویس با X به H U کاپ V در A و B. اینجوری تره میشه A و B در روی سیما H R به دو R فکریه U R A V R B R از یک یه نکته وجود داره که این X به H U کاپ V نماد خوبی نیست برای این جمع، برای اینکه ممکنه ممکن است U کاپ V مساوی باشه با U پریم کاپ V پریم، ولی X به H U کاپ V مخالف باشه با X به H U پریم کاپ V. اینو گفتیم که دیگر دیسی های حال تمام دیگر دیسی های که حلقه ها با حال تمامندی اچستر ایوه رد بندی میشنم. یعنی چی؟ گزاره
اگر A و A کاله های مونیتا اکوبرنس هم عرض مونیتا باشه، یعنی چی؟ کسی بلده مونیتا اکوبرنس. خب این جبری که اینجور جبر رو جبر فریده مونیتا اکوبرنس، یعنی کتگوری مدول های روشون یکی باشه، ایزومورف باشه. این میگه کاله آنگاه H ستاره A و A ایزومورف با H ستاره A و B که ایزومورفی است که حاصل ضرب فنجانی را حفظ گذاری دو دوباره برای ای بیم که حلقای هم از مونیتا تناظر یک به یک بین دسته های هم عرضی دیگر دیستی ها برقرار است. حالا نوبت نیست به دیگر سی نیست اگر اسم مساوی کی باشه
بی کار مثبت ای و کی و کیو مساوی با بی کار پس این ریلاتیو به کی یعنی بدون ریلاتیو بعد این که این مورفیسم پادزنجیر است مورفیسم پادزنجیر یعنی که توپومولوژی A و S و Q محف میشه به توپومولوژی A این نگاشت لزومن یکی یک نیست اما اکسفراشون یکی اکسفر A و S و Q اگه فی پوشا باشه شرط فی و لامدا مساوی با فی کافیه اگه فی یک به یک باشه شرط لامدا و فی مساوی با فی کافیه فی بی مجاز است اگر فرض اگر بشکافت به ترکیب یک به یک پوشا ترکیب یک به یک پوشایی خب این تعریف بیمجاز ترکیب نگاشته بیمجاز لزوماً بیمجاز نیست ولی از روی این یه مفهومی درست می‌کنم با اسم سپریبیلیتی یک کاهلده آ جدایی پذیر است هر نگاشت کامودول ها روی آ آموجاز میشه یه اطلاعاتی داریم این که اگه کامیدان باشه کاهلوهای جدو پذیر رو زمان فاینال دیمنشن هست بنابراین چیزهای خیلی بزرگ نمیتونیم موجود باشیم ما برای HSTAR AOCQ یه مجتمع درست کردیم یه مجتمع دیگه میشه درست کرد سال کامپلیکس سی ستار AOCQ که همون کامپلیکسی میده که میگه که افکار آیک تا آکار صفر اگر یکی از ای‌های توی اسمش این بی کامپلکس ها
هم بردم هستن. اگه یه مورفیزمی از کیو به پی داشته باشیم، یه مورفیزمی از اینجا داریم و یه مورفیزمی از توپولوژی داریم. نتیجه میده دو تا چیز خیلی جالب. یکی این که اگه یه دنباله کوتاه دریم از اس مجاز ها داشته باشیم، اون وقت یه دنباله بلند دقیق از کوهولوژی ها داریم. ایچ یه قضیه نوشتم اینجا که باید بنویسم صورتشو یه چیزی توش جا گذاشتم نمیتونم ورژن صحیحشو نمیتونم جلسه بعد احتمالا یک ضربی هست به اسم استار پروداکت که راجع به اون صحبت روی کوهولوژی باشید. موفق باشید.